بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت هموطنان عزیزم. فیلمنامه‌ای که در چند شب گذشته علیه جنبش سبز و علیه شخص آقای مهدی کروبی از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد که سراسر اون کذب و دروغ بود، میبایستی در رابطه با طراحان فیلم، انگیزه این فیلم و واقعیت اون، به ویژه در خصوص تناقضاتی که در اون وجود داره، خدمتتون نکاتی رو ارائه خواهم داد. ابتدا بایستی عرض کنم که خب پاسخ این فیلم نامه رو خانواده محترم آقای کروبی به طور مشروع دادن و واقعا این سلسله از شیوه های نخنما در دستگاه امنیتی و صدا سیمای جمهوری اسلامی به وفور یافت میشه. اما خاطره ای که از یادنامه یا خاطرنامه آقای کروبی نقل شده و اون هم مربوط میشه به دورانی که ایشون در زمان ستمشاهی به همراه پدر بزرگوارشون آیت الله احمد کروبی در زندان به سر می بردن، رژیم آقای کروبی رو و پدرشون رو متهم می کرد به اینکه اونها مارکسیست شدن و مارکسیست اسلامی هستن. بنابراین این شیوه برخورد در جمهوری اسلامی تداعی می کنه و شبیه سازی می کنه شیوه های حکومت های دیکتاتوری رو. این شیوه برخورد با زندانی و هنگامی که زندانی و فردی در حبس و علیه اون که بی‌دفاعست و قادر به دفاع از خودش نیست، هر اتهام و هر توهین و هر دروغ ناروا رو نسبت میده، شیوه حکومت‌هایی نیست که ویژگی اون جمهوری یا اسلامی باشه. من خب برای اینکه خدمت شما عرض بکنم فردی که این چنین اظهاراتی رو داشته و خودش رو منتسب به آقای کروبی میدونه، ناگزیرم که مقدمه ای رو عرض بکنم و استدلال ارائه بدم که ایشون هیچ گونه ارتباطی با آقای کروبی در این 10 سال اخیر نداشته. همون گونه هم که مستظر هستید و همه فعالان سیاسی مرتبط با آقای کروبی مستظرن که آقای کروبی ملاقات‌هاشون یه ویژگی خاص داشت که نسبت به شخصیت‌های دیگه متمایز بود و اونم این بود که آقای کروبی هرگز ملاقات‌هاشون رو محدود نمی‌کرد و افراد مختلفی از گروه‌های مختلف، از منتقدین ایشون، گروه‌های راست، گروه‌های چپ، اصلاح طلب، اصولگرا، نهضت آزادی، ملی مذهبی ها، دراویش، روزنامه نگاران، با هر ایده و عقیده با آقای کروبی ملاقات داشتن. با همه این وسعت و محدوده وسیعی که آقای کروبی در ملاقاتشون داشتن، ولی هیچ کدوم از اعضای حزب اعتماد ملی و بنده هم به عنوان خوب سخنگوی حزب اعتماد ملی در 6 سال گذشته همواره به دلیل الزامات فعالیت حزبی و سیاسی با آقای کروبی روزانه ملاقات داشتم و هرگز با یک چنین فردی مواجه نشدم و به همین دلیل ارتباط اون رو با آقای کروبی حتی به صورت خصوصی در از سال 84 تا انتخابات کاملا مردود میدونم. در نامه‌ای که خانواده محترم آقای کروبی هم در اون صریحا اعلام کرده بودن، این فرد فقط 2 بار با آقای کروبی ملاقات کرده، اونم در سال 88 در بحبوی انتخابات که خب بسیاری از مردم با آقای کروبی ملاقات میکردن، عکس میگرفتن و این به هیچ وجه نمیتونه سندی بر رابطه و نزدیکی این فرد با آقای کروبی باشه. ضمن اینکه به اعتراف این فرد و به اعتراف
وضعیت آقای کروبی موسوی که از سال 89 یعنی از بهمن ماه، از 25 بهمن ماه در حصر بودن، بعد از این تاریخ هرگز اون این فرد آقای کروبی رو نمایندگی نکرده در خارج از کشور. و قبل از اون هم، یعنی از سال 88 به بعد هم، ایشون هرگز ملاقاتی با آقای کروبی نداشته و در هیچ جای دفاتر آقای کروبی ثبت نشده. و آقای کروبی اساساً بعد از سال 88 هفته شهریور به بعد ایشون دفتری نداشته. آقای کروبی در منزلشون ساکن بودن. ایشون میفرماید من آقای کروبی رو در دفتر ملاقات میکردم، در حالی که این کذب محضه. آقای کروبی اصلا بعد از هفته شهریور سال 88 دفترشون پلمب شد توسط نیروهای امنیتی و ملاقاتاشون در منزل انجام میگرفت که اون هم به شدت کنترل شده و محدود بود. خب از این نواقص و تناقض‌های آشکار شکلی که عبور کنیم، به لحاظ محتوایی هم ارتباط یک چنین فردی با آقای کروبی کاملا کذبه. خب اگه ایشون یه فردی بودن که با آقای کروبی ارتباط داشتن، فعال سیاسی بودن، شناخته شده بودن، شاید میشد فکر کرد و به اون اعتنا کرده. و خب مسلمه یک چنین فردی اگر در دادگاه حاضر باشه و اگر برای آقای کروبی تشکیل بشه و یک چنین ادعایی بزرگی بکنه، خب وکلای مدافع میان و از فرد نامبرده میخوان که شاهدین خودش رو معرفی بکنه. چه کسانی شهادت میدن که این فرد با آقای کروبی ارتباط داشته؟ ایشون لطف کنن مجددن به صدا سیما تش بیارن و مدعی بشن. چه کسانی تایید میکنن که ایشون با آقای کروبی ارتباط داشته؟ بنابراین کاملا این ادعا مردود و کذب هستش. آقای محمود زمانی در مصاحبه خودش ادعا داره که آقای کروبی به ایشون مأموریت داده تا با گروه های که در خارج از کشور هستن و براندازن و همچنین با سرویس های امنیتی کشورهایی مثل آمریکا ارتباط داشته. خب چگونه میشه که این ادعای به این بزرگی و پوچی رو باور کرد؟ چون به هر حال آقای کروبی مواضعش مشخص و روشن است. در عین اینکه منتقد حاکمیت و حرفایی داشته و بعد از انتخابات معترض نتیجه انتخابات بوده و رئیس دولت مستقر رو برآمده ای از کودتای انتخاباتی میدونه، اما بر مواضع خودش بر اصول جمهوری اسلامی پایبند بوده و به تمام مشاورین خودش رو بارها این رو متذکر شده. شما ببینید وقتی که جناب آقای واحدی با اون سابقه و با اون پیشینه دوستی با جناب آقای کروبی در اعلام دلیل جداییشون از یا کنارگیریشون از مشاورت ایشون اعلام میکنه که من چون احساس میکنم جناب آقای کروبی همچنان در جمهوری اسلامی با همون قرائت خودش پایبند هستش، به احترام ایشون به دلیل اینکه نگاه ما زاویه داره کنارگیری میکنم، چگونه ممکنه که آقای کروبی یک چنین فردی رو که هیچ گونه سوابق اجرایی و هیچ گونه ارتباطی با اون نداشته، فقط به بهانه دو بار ملاقات کردن، یک چنین مأموریتی رو به او بده؟ بنده در سال 88 هنگامی که ایران رو ترک می‌کردم به همراه خانواده‌ام جهت خداحافظی در منزل آقای کروبی که همسر ایشون هم حضور داشتن، ایشون صراحتاً به منده سفارش کردن که در مواضع سیاسی خودتون مراقب باشید، ما با برخی از گروه ها و به ویژه گروه هایی که مشی اونها براندازیست مرزبندی داریم و همواره همه انتقادات رو در چارچوب جمهوری اسلامی قبول داریم و حتی به بنده این سفارش رو کردن که در هر شرایطی فشار بر من زیاد شد و حتی حاکمیت قصد کرد بنده را از بین ببره،
بدونید که من بر جمهوری اسلامی با قرائت امام، با قرائت انقلاب اسلامی پایبندم. و خب فرد دیگه ای که معتمد آقای کروبی و فرزند ایشون هستند، جناب آقای دکتر محمد تقی کروبی، دارای شخصیت علمی و آکادمیک در دانشگاه انگلستان هستند و از جانبازان دوران جنگ بودند که یک پای خودشون رو هم در جنگ از دست دادند و بعد از وقایع 88 در کنار پدرشون قرار گرفتن، فعالیت سیاسی خودشون ادامه دادن. خب مسلمه که اگر بنا بود آقای کروبی یک همچین مأموریتی رو به ایشون واگذار بکنن که ارتباط با گروهایی که آقای زمانی در مصاحبهش اعلام میکنه، خب حتما با آقای دکتر کروبی واگذار میکردن. خب بنابراین میبینیم که ارتباط ایشون هیچ گونه سابقه و سندی رو نمیتونه به همراه خودش داشته باشه و فقط میشه تصور کرد که ایشون در عالم غیب با آقای کروبی ارتباط داشته و هیچ کسی دیگه ایشون رو رویت نمی کردن وقتی که آقای کروبی رو ملاقات می کرده، به ویژه بعد از انتخابات که آقای کروبی در منزل خودشون ناگزیر بودن فعالیتشون رو ادامه بدن و بیشتر تنظیم وقتها رو فرزند ایشون، فرزند ارشد آقای کروبی، حسین آقای کروبی و همسرشون سرکار خانم کروبی انجام می دادن و هرگز با این فرد روبرو و مواجه نشدن. بنابراین این غیر ممکنه که آقای کروبی در فرصت زمان بسیار کوتاه به یک چنین فردی اعتماد کنه. اما از طرفی هم قطعا سوال به وجود میاد، خب انگیزه حاکمیت در شرایط کنونی که به انتخابات نزدیک میشیم از پخش این گونه فیلم ها چیست؟ ممکنه دلایل مختلفی داشته باشه، ولی از منظر سیاسی در این ایام سه محور اصلی پخش این گونه فیلم های نخنماست. اول اینکه چون داریم به انتخابات نزدیک میشیم، دستگاه امنیتی تصورشون بر اینه که اگر ترور شخصیت بکنن، به ویژه این دو نامزد معترض به انتخابات رو، می توانن پوشش بدن بر حوادثی که بعد از انتخابات 88 به وجود اومد و عملا شکایت و اعتراض اونها رو برای انتخابات آینده تحت شعاع قرار دادن. محور دومی که می تونه برانگیختن تولید این فیلم رو تقویت بکنه اینه که بعد از افشاگری هایی که آقای احمدی نژاد انجام دادن در مجلس و این فسادی که از هر دو طرف مشاهده میشه در ارکان حاکمیت، چه از یک طرف که آقای احمدی نژاد برخلاف اصول اخلاقی، برخلاف تمامی قوانین حقوقی قبل از برگزاری دادگاه رؤسای دو قوه رو متهم به فساد کرد که خودش یک فساد سیاسی است، و چه به استناد مدارکی که آقای احمدی نژاد افشا میکنه و هر روز هم بگم بگم علیه برخی از ارکان حکومت را انداخته، برای اینکه دستگاه‌های امنیتی پوشش بدن به این فسادها در سطح رؤسای قوا که اتفاق افتاده، ناگزیر هستند که فرافکنی بکنن و با ساختن این گونه فیلم ها جلب توجه بکنن و پوششی برای این فساد ها باشه. محور سوم این هدفگیری دستگاه‌های امنیتی و حاکمیتی با توجه به نزدیک شدن انتخابات به دنبال این هستن که طرفداران متدین و مذهبی
جنبش سبز و آقایان موسوی و کروبی رو و این هواداران که پایبند به اصول انقلاب و امام هستن، اونها رو بتونن با این لجن پراکنی که در فضای سیاسی میکنن و اتهاماتی که وارد میکنن جلب نظر بکنن و اونها رو برای ورود به انتخابات آماده بکنن و در حقیقت ریزش از نیروهای وفادار به آقایان موسوی و کروبی. این سه محور اصلی که ما میتونیم در خصوص انگیزه تولید این فیلم رو بیان بکنیم. اما خب این مسئله رو هم نبایستی فراموش بکنیم که مقام رهبری در سخنان اخیرشون اظهارات رئیس دولت مستقر رو علیه دو قوه، خلاف شرع، خلاف قانون و خلاف اخلاق دونستن. وقتی که صدا سیمای جمهوری اسلامی فردی رو پشت دوربین می نشونه و بدون اینکه روند قضایی رو طی کرده باشه اتهاماتی رو علیه یکی از شخصیت‌های جمهوری اسلامی که امین امام بوده، دو دوره رئیس مجلس بوده، رئیس بنیاد شهید بوده، نماینده امام در حج بوده، این اتهامات سنگین رو علیه اون مطرح کردن، حتما مردم شریف کشور ما سوال میکنن که خب این اتهام ها در جمهوری اسلامی و در سیمای جمهوری اسلامی آیا خلاف شرع، خلاف قانون و خلاف اخلاق نیست؟ اما تفاوت هایی هم این دو خلاف وجود داره. در خلاف اول که رئیس دولت مستقر علیه دو قوه دیگه مطرح میکنه، اولا دلایل و مستنداتی که ایشون ارائه میده محکمه پسند هستش، در ثانی طرف مقابل تریبون و امکان دفاع از خودش رو داره و آقای لاریجانی از خودش و از خانوادش تونست دفاع بکنه، اما آقای کروبی نه خبری از استدلال ها وجود داره و فقط یک فردی رو از عالم غیب آوردن که ایشون منتسب به آقای کروبی بوده و هیچکی هم اطلاع نداشته و مدعی که آقای کروبی یک چنین مأموریت هایی رو به ایشون داده و از طرف دیگر آقای کروبی در حصره و قادر نیست از خودش دفاع بکنه. ما سوالمون از حاکمیت اینه، اونایی که مدعی هستن که وارث حکومت امام علی هستن، آیا در دوره پنج ساله امیرالمومنین با مخالفین و منتقدین اینگونه برخورد میشد؟ اونها را در حصر زندانی میکردن و علیه اونها هر اتهام دروغی رو نسبت میدادن؟ آیا در مکتب اسلام آقایون یاد گرفتن که بدون مدرک، بدون دلیل هر اتهام ناروایی رو به یک مسلمان وارد کنن؟ من واقعا نمیدونم به عنوان یک شهروند آقای زرقامی رئیس صدا سیمای جمهوری اسلامی وجدان آسوده‌ای خواهند داشت که شخصیتی به مانند آقای کروبی رو که سوابق اون کاملا روشن هستش فقط صرفا به دلیل اغراض سیاسی و قرضورزی مورد اتهامات ناروا قرار بدن. و جای تأسف هستش که مجدداً جای پای شیوه های قتل های زنجیره‌ای رو در
ارائه این گونه فیلم ها کاملا مشاهده میکنیم. در قتل های زنجیره‌ای فرد به صورت فیزیکی مورد حمله قرار گرفته و حذف شده و در شیوه های تولید فیلم و برنامه از صدا سیما شخصیت سیاسی فرد ترور می شود که هر دو شیوه اسلامی و شیوه قانونی و شیوه شرعی نیست. وقتی که ما این گونه رفتارها رو در صدا سیمای جمهوری اسلامی می بینیم، مردم چگونه قضاوت خواهند کرد؟ و این گونه رفتارها که نه ناشی از اسلامیت نظامه و نه ناشی از جمهوریت نظامه و هیچ گونه مبنای حقوقی و شرعی و اخلاقی نداره، ما رو به سخنان شیخ مهدی کروبی که بعد از انتخابات با رفتارهایی که دستگاه امنیتی با معترضین کردن که گفتن من به جمهوری اسلامی معتقدم ولی این جمهوری اسلامی با این شیوه ها نه جمهوری است نه اسلامی است نزدیکتر میکنه و درستی برداشت و نتیجه گیری های کروبی رو از این رفتارها نشون میده. آخر کلام بایستی عرض کنم که آقای کروبی با این شیوه ها و با این تولید فیلم ها، اتهام ها، هرگز از مواضع خود، هرگز از قولی که به ملت ایران دادن که تا آخر از حقوق اونها دفاع کنن عقب نشینی نخواهند کرد و بر مواضعی که در اصول جمهوری اسلامی دارن و همچنین اجرای بلا منازع قانون اساسی رو همیشه مورد تاکید قرار دادن عقب نشینی نخواهند کرد. خدا نگهدار.